خورشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز سه‌شنبه است، 13 از ماه اکتبر سال 2009 میلادی. در روزهای سه‌شنبه همونطور که مطلع هستید در باب گسترش حکمت صحبت میکنیم، حکمت عقلی و مطالبی در باب یکی از بزرگترین بنیانگذاران اندیشه در عصر جدید در باب اون صحبت کردیم، آقای دکارت. امشب هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت انشاءالله تعالی. بفرمایید که یک غزل هم از خواجه حافظ شیراز به شما تقدیم کنم. خط ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه ایست لیک به در نیست راه از او. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، اونجا به ما چهره و حاجت بخواه از او. ای جرع نوش مجلس جم سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. کردار اهل صومعه هم کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. این شعرها مزامیر رو از هم میگرفتند. این عماد خراسانی به عنوان مثال مطلب یادم آمد، گفت مست مستم مشکن قدر خودی پنجه غم، من به میخانم امشب تو برو جای دیگر. این همین مضمون است که انتحال شده است توسط عماد. ببینید میگوید سلطان غم هر اون چه توانت بگو بکن، من بردم به باد فروشون پناه از او. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، گو برفروز مشعله صبح گاه از او. آبی به روزنامه اعمال ما فشان، باشد توان سترد حروف گناه از او. حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد، خالی مباد عرصه این بزمگاه از او. آیا در این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او؟ بله، خدمت شما عرض کنم یک واژه بسیار خنک بی‌معنی آزاردهنده توهین‌آمیز به دهان آقای اوباما و سرکار خانم کلینتون افتاده است و اون واژه گالف است. گالف، حالا یکی نیست بگوید آقا این گالف که عرض کنم که نکره است که من کدوم گالف، اگر منظور پرشین گالف هست خب پرشین گالف گالف، و ما نباید تحمل کنیم، واقعا غیر قابل تحمل است. یعنی به نظر میرسد که برنامه سیاست این آقای اوباما تحقیر ملت و برکشیدن نکبت در ایران است. یعنی که مردم ایران در نظر نگیریم، این بودجه اندکی که برای حقوق بشر بود و پرونده های جنایات این رژیم بررسی میکرد قطع بکنیم، از احمدی نژاد استمالت بکنیم در واقع به خاطر جنایاتی که البته مرتکب شدند، از آخوندها پشتیبانی بکنیم برای مراودات به خاطر چندین هزار جوان که کشتند و سرتاسر این کشور تاریخی رو به نکبت فساد مغروق کردند. حالا شده از گالف. بنده شنیدم یک مترجمی یک تکستی رو ترجمه میکرده، دیده است نوشته از گالف. به من گفتن دوستان آقای رحیمی، من زنگ در شمال کالیفرنیا، بنده خودم ندیدم مأخذ رو، بعد برده از گفتن خانم کلینتون این که اشتباه منظور، نه همون گالف. برای این که دلجویی از عرض کنم که چند دیکتاتور صاحب نفت این منطقه بکنند، حالا پرشین گالف شده از گالف. این از اون قضایایی است که خیلی توهین‌آمیز است، خیلی برخورنده است واقعا. اتفاقا این خلیج فارس به واسطه بقای تاریخیش، به واسطه اهمیتی که پرشین امپایر یا امپراتوری ایران داشته است، در متون قدیم از چندین قرن پیش همواره پرشین گالف بود، از خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج پارس. این است که اگه این ماجرا ادامه پیدا بکند، هموطنان سکوت بسیار بد خواهد بود. نباید ما در این باب سکوت بکنیم. گالف دیدم، من بعضی اوقات شنیدم، بعضی کسان هم البته میگن پرشین گالف، اما یک قصد و عمدی در کار هست که این به ما زیان میزنه، به آبرو حیثیت ما زیان میزنه که خانم کلینتون بگوید گالف. به نظر میرسد این ادمینستریشن آقای اوباما بسیار بسیار نادان هستند در باب شناخت آخوند و وضعیت منطقه.
مثل قبلی ها، قبلی هم نادان بود. این موضوع گالف خیلی من اذیت کرده این دو سه روز شنیدم، و باید این حواس رو جمع بکنیم، هندکی حساسیت نشون بدیم به این داستان، ببینیم حالا بعد چه خواهند کرد. باز موضوع خلیج فارس که مطرح شد، آیا باز خواهند گفت گالف؟ اگر بگن گالف، اون موقع باید کاری انجام. گالف یعنی چه؟ گالف در جهان بسیار است، نام دارن اینها. ما چرا شیخ شارجه رو ناراحت بکنیم؟ سیاسی هستیم ما، ما میخواییم همه رو خوشحال کنیم، حالا یک شیخ ابوظبی ناراحت نشود؟ اصلا اینا مملکت نیستن، اینا یک مشکل ملت‌های جعلی هستن. از ابوظبی بگیرید و بحرین رو نمیدونم کویت و اینا همه جعلی هستن. تنها ملت هزاره‌ای در این منطقه و اصیل ایران هست. پاکستان جعلی، کویت جعلی، ابوظبی و شارجه و دبی و اینا همه جعلی هستن. به خاطر جعلی ها عرض کنم که یک کشور قدیم رو نمیشه تحقیر کرد. این رو ما مردم بایستی که به اینها نشان بدهیم. این یک موضوع بود، خواستم خدمت شما گفته باشم. این یک مطلب. مطلب دیگر این که عرض شد که این جمهوری پربرکت اسلامی به بنبست رسیده. هموطنان در اداره ایران و حل معضلات جامعه و سیاست اینها به بنبست رسید. چاره کار چماق، خفقان بیشتر. در واقع اینها متوجه نشدند به چه علت مردم ناراضی هستند و به چه دلیل مردم در خیابان ها هستند و چرا این جنبش خاموش شدنی نیست. این رو نفهمیدن. اگر میفهمیدن راه علاج رو هم میدانستن. سعدی فرمود یکی ابلهی ریگ در کفش داشت، چو بیچاره شد دست بر سر گذاشت. گرفتاری در کفشش بود، متوجه نبود. در جواب ملت چیکار بکنیم؟ همون عللی که سبب خیزش ملت شده است رو چند برابر بکنیم. یعنی اگر ملت ناراضی از فساد بودن، فساد رو چند برابر کنیم. اگر ملت ناراضی از اختناق بودن و فشار بودن، فشار رو چند برابر بشه. تصور بفرمایید چه معالجاتی دارن اینها و چه راههایی برای حل معضلات جامعه. آخوندها در این دو سه روز گذشته بیشتر از 30 نفر رو اعدام کردن در شهرهای مختلفی. و یکی از وقایع واقعا منحوسی که در تاریخ مملکت ما شده است، این داستان قصاص است. قصاص. یک مش عرب در این بیابان ها بودن، هموطنان، قبیله بودن. قبیله به مثابه خانواده است. می گفتن قبیله بنی تمیم، قبیله مرادی، قبیله نمیدونم فلان، اینها بنی کنده، اینها قبیله بودن. قبیله یک واحد بسیار بسیار مشخصی که افراد قبیله به سان مهره های فرض فرمایید که یک بازی بودن، چگونه ارز کنم، بسان برادران فامیل، افراد فامیل بودن. در کجا؟ در بیابانهای حجاز، در همون اطراف مدینه. بنابراین وقتی یک کسی زخمی میدید، ضربتی میدید، آسیبی میدید یک نفر، اونچنان بود که کلیه پیکر این قبیله حی صدمه دیده، همش به حرکت میامد. داستان این جنگ ها و مناقشات رو پیش از اسلام ابن عسیر بهتر از همه ضبط کرد که چگونه یک واقعه کوچک سبب جنگ میشد. بنابراین وقتی یک کسی کشته میشد، قبیله به حرکت می آمد، شمشیرها رو میکشیدن، حمله میکردن، میرفتن یک نفر دیگه از اونها میکشتن، یا در این مناقشه ممکن دو نفر رو بکشن و ادامه می یافت. این داستان ادامه می یافت. جنگ ها ممکن بود 50 سال، 60 سال، 100 سال تا اینکه مناسبتی جدید پیش بیاد برای آشتی و صلح ادامه می. این است که وقتی آمدن قانون قصاص رو گذاشتن، این خیلی مترقی بوده در بیابان‌های 1400 سال پیش مدینه. آقا یک کسی این رو کشت، این آقای قاتل رو بگیرید بدهید به اینها، خودشان اینها انتقام بگیرن. اگه خواست آزاد کنه نکنه، که این کینه شعله ور نکنه خشم همه افراد قبیله رو. و این علتش این بوده، انگیزه ها این بوده. این رو آوردن در جامعه مدرن ایران، در جامعه قرن 21، این رو تحمیل کردن که سکینه سلطان اگر اجازه ندهد دار میکشیم.
حالا یکی در 15 سالگی خطایی کرده از نادانی، حالا هر چه بوده، صغیر بوده، اینها زده کسی رو کشته، بسیار عمل زشتی هم کرده، البته جنایت کرده، و بعد صبر میکنن تا 18 سالش مسکین سلطان مادر اون بیاد تناب دار رو از گردن این بردار یا به دار بکشن. یک وضعیت درامی واقعا، تراژدی، یا بگم تراژیک. این که خواندم که در یک سایتی که بیشتر از 2300 نفر از اهل هنر، از ریش سفیدان و کت خدایان و اینها رفتن به خدمت این خانواده، گریه کردن و ناله کردن و فیلم برداری کردن اینا، که ببخشید خانم، سکینه خانم، لطف کنید ببخشید. حالا آخه سکینه که نبایستی ببخشه، قانون بایستی جامعه داشته باشه، قانون بایستی تکلیف رو مشخص بکنه، نه سکینه خانم، که سکینه خانم تن ببخشی یا آزاد کنی جان بدهد. سکینه خانم ببینید عقب افتادگی و بیچارگی و گرفتاری تا کجاست. بعدش هم گفت ما میبخشیم بعد از گریه و زاری. نه، ما دوست داریم تناب دار، سکینه سلطان گفته بود من دوست دارم تو تناب دار به گردنش بیاد بعد میبخشیم. و تناب دار گذاشتن به گردن اون مثلا قاتل سابق، اینها پریدن زن و شوهری، اولین لگد رو همین سکینه خانم زده، پرونده صندلی جوان رو به دار کشیده فلان. این نمایش واقعا حیرت انگیز از حماقت به عنوان قوانین اسلام در کشور ما جاریست هر روز. سر آدم واقعا درد میگیره خواندن این مطالب. اینا آسان نیست، اینا رو شما نگاه کنید ببینید چه وضعیتیست. آقای شاهرودی گفته از قتل متوقف کنیم ببینیم سکینه خانم میبخشه یا نمیبخشه. اون در مورد جرمی مثل قتل که بدترین جرائم هست، این هزار یک بُعد داره، هزار یک جور گرفتاری داره. این نیست که مثل قبایل قدیم نمیدونم حجاز بدیم دست خانواده مقتول اولیای دم، اینقدر این لغات و مصطلحات عقب افتاده و نکبت و شیطانی هستن که فقط ابراز اینها، بیان اینها سر آدم رو در میاره. اولیای دم، حالا ولی دم ممکنه پدر باشه، ولی دمه، بذار پسر خودشو بکشه، هیچی برای حرجی نیست، بایستی چیز بده دیگه، فدیه بده، نمیدونم چی کوفتی بده، از این جیبش میذاره اون جیبش. در واقع پدر صاحب خون فرزنده مطابق قانون پیشرفته اسلام. خیلی هم راحت است نقشه کشیدن، یه کسی پسری داشته باشه خب کم اتفاق میفته که آقا شما بیان این شر این پسر رو کم کنیم بزنیم بکشینش، ما شما رو میبخشیم، تناب دار رو ما بر میبریم از گردنشو. یه کسی نقشه بکشه پدرش رو بکشه، پسر بزرگی که وارث نه مطابق سنت بیابونگردان پسر بزرگم چی، پدر رو بیار بکشه بخواد ثروتی داشته باشه، ما تناب از گردن شما بر. ببینید چه مسخره ایه، یعنی وحشی بودن قانون و بیریخت بودنش و ظالمانه بودنش ظاهر هست و مشعشع و تابان میتوانیم از راه دور نگاه، ولی دم بایستی ببخش. این مال روزگاری بوده است که نه قانونی بود، نه قاضی بود، نه زندانی بود، نه مددکار اجتماعی بود، نه نمیدونم این همه تشکیلاتی که جرم شناسی جدید به وجود آورد، هیچ کدوم از اینها نبود. یک مش بیابون گردان شوتورها رو برمی‌داشتن از این طرف به اون طرف، و عرض کنم اینها قوانینشون بود. نه خیر، اینها رو خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل امین فرستاده است، اینها جامع‌ترین قوانین تاریخ هستن، اینها واسه تا روز قیامت از این مزخرف گرفتاری و حیرت انگیز واقعا. خب بگذاریم. میدانید که آقای شجره مشغول فانریزینگ هست، این کار من نیست، بلد نیستم دوستان. آقای شجرم گفتم شما هم میدانید بنده فانریزر نیستم، بلد نیستم در این باب صحبت کردن، برای من آسون نیست، نمیتونم. این هست که اما اون چه حقیقت دارد این هست که دیشب هم گفتم در برنامه دوست گرامی آقای فرجی عرض کردم خدمت شما، اینجا دو موضوع مطرح هست. یکی این که وضعیت ما در ایران بسیار بسیار در واقع بحرانی است. ما در یک دوره تاریخی به سر می‌بریم که یک کلام نیک، یک رهن نمی‌دود، یک نمی‌دونم شاگری، یک رسواگری اهمیت داره. واسه ما بتوانیم جامعه خارج از کشور با داخل کشور ارتباط برقرار بکنیم.
خیلی خیلی مهم است، چون اخبار اطلاع در دست هموطنان ما نیست متاسفانه. بنابراین اگر رسانه‌ای پیدا شد که صادقانه در این راه گام گذاشت، خب این داره خدمتی انجام میده. یکی دیگر این موضوع عرض کنم که سرویسی است در واقع که ممکن است یک رسانه بدهد و تعداد طرفدار هم داشته باشد. این مفت و مجانی و رایگان که میسر نیست. این چراغ این تلویزیون رو دارم روشن کردم، $1,200,000 $1,200,000 هر ماه دادن که کار هر کسی نیست، مشکله. این رو وقتی روی پایه‌های اعتماد به مردم یک رسانه شروع به کار کرد، انتظارش هم این است که هموطنان و کسانی که بیننده و مصرف کننده هستن پرداختی بکنن در مقابل این خدمت، پرداختی بکنن. این است که شما مطلع هستید، نیازم نیست بنده تکرار بکنم. صحبتی آقای شجره من زنگ زدم، گفتم حتما اشاره خواهم کرد، هموطنان هم متوجه مسئولیت خودشان حتما حتما هستن. خب از این هم بگذاریم، برگردیم سر موضوع اصل برنامه، یعنی موضوع اصلی برنامه که صحبت در باب آقای رنه دکارت بود. این که ما اینها رو بخوانیم و بدانیم به درد ما نمیخورد. اگر ما اینها رو شناختیم، با این اندیشه آشنا شدیم و اونها رو به کار بردیم، به درد ما میخورد. اما صرف دانستن اینها هیچ ارزشی نداره همه. و میخوام خدمت شما عرض کنم که یک پدیده شگفتی هست که در بابش مطالعه نشده. چرا بین روشنفکران ما و جامعه همواره عایقی بوده که جامعه حرکت نکرده با سخن روشنفکر؟ چگونه است در اروپا وقتی کانت عقایدش منتشر میکنه چهره اروپا عوض میشه، وقتی دکارت عقایدش منتشر میکنه، نیوتن قوانینش رو روشن میکنه، گالیله اندیشاشو بیان میکنه، چهره اروپا دگرگون شده؟ مثلی که یک رشته نامرئی اما بسیار محکم بین مردم و اهل اندیشه هست و مرتب چهره عوض کرده این قاره اروپا. در کشور ما چنین نبود متاسفان. این است که در باب دکارت که صحبت میکنیم، از اهمیت او گفتیم و اینها که مرد چه کرده است و اینها، این است که ببینیم به درد ما چه میخورد این قصه ها. وقتی میگوید ما به حقیقت نمیرسیم، بایستی در به یقین نمیرسیم، مگر اینکه همه این آموخته های ذهنی خود رو بیرون بریزیم، خانه تکانی بکنیم، بعد شروع بکنیم یکی یکی آزمون کردن و به هر کدام یقین پیدا کردیم و نگاه کردیم در ذهن بازسازی کردن و ذهن رو بازسازی بکنیم. عرض کردم در دوره‌ای که دوره شک بوده است در اروپا و شک اسلوبی در واقع در ارتباط با قضایای مربوط به دین و مسائل مربوط به آن، این شک سبب شده است که عرض کنم مردی مثل دکارت بروز بکند و از طریق همین شک خیلی قضایا رو به اثبات برساند. و در همه پدیده های هستی میگوید من شک میکنم و تصور میکنم یک اهریمنی نابغه همراه من هست، میخواد منو فریب بده. بنابراین پدیده‌ای که من قرار است به اون یقین پیدا کنم، بایست به وجهی باشد که هیچ اهریمنی نتواند از من ایراد بگیرد. یعنی خودش رو نقد میکرده. و عرض کردم که چگونه فرض بفرمایید در دین نیاویخته، به جهت او که میگوید دین مسئله ای نیست که درش حقیقتی باشد که من بتوانم از آن استفاده بکنم. و تا اونجایی که به خود ما مربوطه است، بارها خدمت شما عرض کردم این کوله پشتی فرهنگی ما خیلی چیزا در او هست. باید این توبره رو بگذاریم باز کنیم، خیلیش باید بریزیم دور، به هیچ درد ما نمیخوره. بعضی اینها رو باید گنزداری کنیم و نگه داریم. بازنگری فرهنگی به گمان من مهمترین وظیفه ماست، به جهت اینکه چه از طریق سنت چه از طریق سفاهت موروث بسیاری مطالب رو با خود هم می‌کنیم که دارای هیچ ارزشی که نیستن، سهل است اینها مضر هم هست. بنابراین بیرون ریختن اینها و یک بازنگری از این آموزه‌های سنت و دین بسیار چیز خوبی است. به عنوان مثال عرض می‌کنم، ما بچه‌های شیعه به ما گفتن که حضرت امام حسین علیه السلام برای آبیاری دین رفته به جنگ و در اونجا کشته شده و خانواده‌اش که ماندن اسیر شدن و قوقایی می‌کنیم و نمی‌دونم شام رو شام می‌کنیم، شام غریبان اینا به سینه می‌کوبیم و گریه می‌کنیم، یک بارم نگاه نکردیم ببینیم اصل داستان چه بوده. وظیفه ماست که این داستان رو از ذهن بیرون بیاندازیم
و به داستان حضرت امام حسین نه به عنوان یک شیعه متعصب، به عنوان یک انسان متفکر نگاه بکنیم، ببینیم وجوه ضعفش کجاست، وجوه قوتش کجاست، به چه درد ما میخورد امروز. نگاه میکنیم بهش، میبینیم نه چنان است که به ما گفتن. ایشون برای آبیاری دین نرفته، ایشون رفته. وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ ها، گفت و شنود ها، سوابق امر رو نگاه میکنیم، مناسبات جد ماجدش رو نگاه میکنیم با دشمنانش و پدر او با پسر عموهاش، میبینیم یک جنگی بر سر قدرت بعد از پیامبر در گرفته که این حسین هم در این مناقشات وارد شده، کما اینکه برادر او وارد شد، کما اینکه پدر او وارد شد. پس ببینیم قدم اول ما به دیوار میخوریم، میبینیم دروغ بوده داستان. داستان نه چنان بوده است که به ما حالی کردن و تزریق کردن. بعد به سر میکوبیم که اسیر کردن، شما به قرآن سوار شطور کردن. بعد نگاه میکنیم که مطابق دستور جد ماجد ایشان این کارها رو کردن. روزی هزارها خانواده رو همین کار باش میکردن، مطابق قانون اسلام و دستور حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مردان رو بکشی، زنها رو اسیر کن. حالا خیلی اینها رحم کردن، احترام کردن، دست درازی نکردن واقعا، وگرنه این کارم میکردن مطابق دستور اسلام. میبینیم که کلاهی به سر ما گذاشتن این آخوندها در تمام این سالها، در تمام این قرنها، و چون زمینه های سیاسیش به نفع ما بود قبول کرد. چون ما نمیخواستیم که در مسیر اسلام سنتی اون چنون که در عربستان بود گام برداریم. ما میبینیم یک پروتستانت میبودیم علیه این داستانی که ما تحمیل شده بود و اینو اختراع کردیم. به هر صورت حقیقتی در شیعه نیست، ضد اسلامی است همش. از پایه نخستین دین رو خراب کردیم. اگر ما بخوایم دینی به قضیه نگاه کنیم، همین وارد کردن اشعیان علیان ولی الله در نماز، این خودش یک گام بزرگی در تخریب دین بوده. اگر لازم بود بنیانگذار دین میگذاشت. باری اینها مطالبی است که ما باید نگاه کنیم. یا حضرت رسول در روز قدیر خم دست حضرت مولا رو گرفتن، بلند کردن و گفتن که من کنتم مولاه فهذا علی مولا. آقا به کدام سند، به کدام چیزی که همه جوانبش که نگاه میکنیم چنین چیزی نبوده، نمیشد که بشه همچین چیزی، امکان نداشت که همچین چیزی بگوید حضرت رسول، چون باعث خونریزی و مناقشات سخت میشد. رسول از اساساً برای خود جانشین انتخاب نکرد و خود علی به سنت رسول برای خودش جانشین انتخاب نکرد، اما به گوش آخوندشی نرفته، چون از این راه دکانی باز کرده. و عرض کردم تو زمینهای سیاسیش هم در راه در واقع احیای این ملت و عرض کنم که مراتب مربوط به هویت زمینه‌هاش خوب بود، ما پذیرفت چسبیدیم به علی که نفی عمر بکنیم که عمر فاتح ایران بود و ابوبکر و غیره و اینها. باری در داستان دکارت و اندیشه های او این هاست که اهمیت داره. بیرون ریخته همه این چیزهایی که او آموخته است از فلسفه و دین، و میگوید هرچی من بیشتر مدرسه میرفتم چیزی به دانشم اضافه نمیشد، بلکه سوال هم بیشتر میشد. و بعد تصمیم گرفتم به تنهایی کاری بکنم. در اون روزگار هم فرض بر این بود که یک تن به تنها تنخیش میتواند همه علم جهان رو حلاجی بکند، یعنی پایه های علم رو اون یک تن بگذارد، چون همه چیز در دست فلسفه بود و فیلسوفان بودن که عالمان بزرگ بودن. مشایان که ما میگوییم، یه باره خدمتتون عرض کردم که شاگردان ارسطو باشن، چون ارسطو راه میرفت و به شاگردانش دستور میداد و اون جامعه جمعی علوم بود در روزگار خودش. این داستان هم ادامه یافته بود تا روزگار میتونم عرض کنم نیوتن و لایبنیتس و همین آقای دکارت. این قضیه چنین بود است که یک نفر میتواند به همه علوم بشری اشراف داشته باشد و بتواند راه جدیدی رو پیشنهاد بکند و مشکلات انسان رو حل بکند. این است که دکارت هم خودش رو در چنین موقعیتی میده، در تمام امور اظهار نظر کرده. اجازه فرمایید موسیقی بشنویم کوتاه، برمیگردم خدمت شما و در باب بقیه قضایا صحبت. شب گریم شبی نارم ز هجرت داد از این شبها، شب گریم شبی نارم ز هجرت داد از این شبها، به شبهای غمت در ماندم فریاد از این شبها. بس
بسم روز از غمت شب شد، بسم شب روز و من بی تو، به سر بردم غمی از آن روزها، ناشاد از این شبها. چنین کز دوریت هر شب در آب و آتشم، دانم که روز هستیم آخر رود بر باد از این شبها. به عشق و آه چندم شمسان هر شب سحر گردد، به عشق و آه چندم شمسان هر شب سحر گردد، نسیم مرگ کو تا سازدم آزاد از این شبها. بسیار زیبای موسیقی ایرانی شنیدیم. بارتان جان، دوستان شکایت میکنن که این
چشمک زن نباشه این تلفنی که برای تلویزیون پارس گذاشتین برای کمک ها، این چشمک زنیش که لطفا قطع بکنید، حواس هموطنان رو مثل که متوجه خود بکنند و معترض هستن، اینکه همون ثابت باشه کافیست. رفت میکنم بله، در باب آقای دکارت صحبت میکردیم، چند نفری بودن اینها که بنیانگذاران معرفت بودند و در واقع این انقلاب صنعتی و این حرکت های جدید رو در اندیشه باعث شدن، یکیش هم آقای دکارت بوده، یکیش گالیله بوده، بیکن بوده، اینها بسیار بسیار مهم بودند و نیوتن البته. باری در باب حرکت و سکون خدمت شما عرض کردم که پایه های قوانین نیوتن رو یکیش همین آقای دکارت بر جای گذاشته است و موضوع مومنتوم یعنی میزان انرژی که یک جسمی دارد میگوید که برابر است با جرم ضرب در سرعت. حالا بگذاریم که آقای لایبنیز سرعت رو به توان دو کرده بود، که این یک بحثی است در فیزیک و بیرون از صحبت ماست که فرق اینها چیست، در واقع انرژی جنبشی است و این مومنتوم. باری میگوید که اگر جسمی ساکن باشد همواره ساکن و اگر متحرک باشد همواره متحرک است و اگر دو جسم به هم برخورد بکنند سرعت یکی به دیگری انتقال پیدا میکند، که در اینجاست که آقای دکارت البته به خطا رفته و این بخش نخستینی خدمتون عرض کردم در قانون اول نیوتن است که آمده و در اینجا هنوز موضوع عرض میکنم که اصل بقای ماده و اصل بقای انرژی هنوز به میان نیامده بود. اگر که دکارت اینها را میدانست شاید کشفیات بزرگتری هم میکرد. این اصل بقای ماده و اصل بقای انرژی دو اصل مهم علم هستند. حالا بگذاریم که بعد آقای اینشتین پیدا شد و ثابت کرد که ماده و انرژی به هم قابل تبدیل هستند، این بحث دیگری است که در واقع میشود یک اصل. اما این دو اصل، یکی اصل بقای ماده است و یکی اصل بقای انرژی است، این پایه های معرفت علمی انسان هست. این بسیار بسیار مهم است و این قوانین که پیدا می شد و این پدیده ها که به اثبات می رسید در اندیشه های فلسفی و دینی آدم های اروپا و کسانی که اهل هوش بودند تأثیر می داشت، نگاه اینها رو به جهان تغییر می داد. این هر چقدر که فرض می گویند جهان کون و فساد، از قدیم این متفکران ما نوشتن جهان کون و فساد، یعنی جهان پیدایش و از میان رفتن، فساد، در حالی که از میان رفتنی وجود ندارد. در واقع ماده هرگز از میان رفتنی نیست و هرگز هم به وجود آمدنی نیست. این معنی رو فیلسوفان قدیم هم دریافته بودند در باب همین اصل بقای ماده. فکر میکنم اپیکور هست که صحبت کرده، میگوید هیچ مادهی به وجود نمیاد، هیچ مادهی هم از میان نمیرود، در حالی که ماهی میگفتیم جهان کون و فساد، جهان کون و فساد، خداوند خواست خلق بکند چنین شد و چنان شد، آسمان ها آفرید و غیره، گمان میکردیم که پیدایش داریم و نابودی، در حالی که هیچ نابودی در میان نیست. البته در تجارب روزمره ما ممکن است خیال بکنیم که بله یه چیزهای از بین میرن، ما به طور روزمره میخوایم سر کار بریم، رانندگی بکنیم، میرویم پمپ بنزین، یک مقداری بنزین میریزیم، پر میکنیم و بعد پس فردا میبینیم خالی شد، میگیم بنزین ما تمام شد، گمان میکنیم بنزین تمام شده در حالی که بنزین هیچ جا نرفته. مقدار انرژی هم که تولید کرده هیچ جا نرفته. اینها در واقع ترمودینامیکس که این یکی از مهمترین علوم جدید هست به ما نشان میدهد که اینها هیچ جا نمیرن. یعنی اگر ما هر سیستمی رو که بخواهیم مد نظر داشته باشیم یک خطی دورش بکشیم، ببین بعد بگوییم سیستم، خط میکشیم به جهت اینکه هیچ چیز وارد این سیستم نشود و هیچ ازش خارج نشه. یعنی ما بخوایم در باب کره زمین صحبت بکنیم و میزان مس و انرژی، یعنی جرم و انرژی در زمین، این ما یک خطی باید دور این بکشیم، به این میگویند در مهندسی میگن کنترل والیوم. این کنترل والیوم کنترل میکنه این حجم رو، هیچی وارد نشه و هیچی خارج نشه، در بابش مطالعه بکنیم و در بابش صحبت بکنیم، که البته تا اونجایی که به خود زمین مؤثر هست و مؤثر نیست چنین چیزی، ما بایستی این انرژی خورشیدی که وارد می شود و ما نمی توانیم کارش بکنیم در نظر بگیریم،
این تعداد سنگ‌های آسمانی که وارد بشه و قطعات یخ و اینا به صورت کامل دومیتیر میدیورایتس و اینها رو هم باید در نظر بگیریم. اما اساساً وقتی که ما این بنزین رو در واقع اصل بقای ماده خدمتتون عرض می‌کنم می‌ریزیم در این باک و گاز می‌دهیم و این سو به اون سو حرکت می‌کنیم، این بنزین جایی نرفته، در واقع همین جاست، تبدیل شده به چیز دیگر. یعنی وقتی ما گاز می‌دهیم بر اثر مکش در داخل سیلندر این بنزین وارد میشه و بر اثر حرکت این پیستون‌ها و اینا گرم میشه، بعد در واقع منفجر میشه، می‌سوزه، با مقدار اکسیژن ترکیب میشه. و وقتی ما دو طرف فرمول رو نگاه بکنیم، یعنی عرض کنیم که این بنزین که ترکیباتی هست از 6 ظرفیتی و 7 ظرفیتی کربن و 8 ظرفیتی اکتان میگوییم و اینها مخلوط همه این هیدروکربن هاست، این با اکسیژن ترکیب میشه و اگر سوختش کامل باشد به ما گاز کربونیک میدهد و مقداری آب. یعنی اگر ما تو زمستون نگاه کنیم میبینیم که یک اتومبیلی در جلو ما حرکت میکنه، آب داره از اگزوزش میاد بیرون، چون همه اینا بر اثر سوختن تولید آب میکنه. و اگر ما بیایم این میزان بنزین رو اندازه گیری بکنیم با ترازو و بعد اونچه از اگزوز اتومبیل هم خارج میشه اونها هم گازا رو بگیریم اندازه کنیم وزن بکنیم، میبینیم عیناً یکیست، پس هیچی از بین نرفته. اینها رفته رفته ثابت شد که ماده از کنم از میان رفتنی نیست و انرژی هم از میان رفتنی نیست. یعنی در واقع همین مقدار بنزینی که ما میسوزانیم اتومبیل رو فرض کنید از صفر میرسانیم به 70 کیلومتر در ساعت، این مقدار انرژی شیمیایی که هست در اثر چیزهای مکانیکی تبدیل شده به این حرکت و داره انرژی جنبشی است. ما داریم حرکت میکنیم، ناگهان چراغ قرمز ما ترمز میکنیم، صفر میشه. ما گمان میکنیم خب این حرام شد، از میان رفت این انرژی، ولی این انرژی جا نرفته. این انرژی جنبشی ما بر اثر فشار ترمز تبدیل شد به حرارت و در واقع اگر ما دستگاهی داشتیم که اندازه گیری میکردیم این هر دو رو میتوانستیم نشان بدهیم که میزان انرژی ثابت هیچ جا نرفت. اصل بقای ماده و اصل بقای انرژی، اینها عرض کنم مطالبی بودن که شیمیدانهایی مثل لاوازیه و دیگران در آزمایشگاه ها به اثبات رسوندن و اینها پایه های اصلی علوم واقع شدن. باری برگردیم سر این آقای رنه دکارت، در باب همه مطالب و مسائل صحبت کرده و عرض کردم در اونجایی که میگوید من شک میکنم، اگر که در همه چیز شک کنم در این شک نمیکنم که شک میکنم و چون شک میکنم میاندیشم و چون میاندیشم هستم، اینجا به یک نتیجه دیگری هم رسیده و این ثنویت جهان هست، در واقع ثنویت وجود انسان هست، به ذهن و عین به قول خودشون به عارف و معروف، و اینکه ذهن چیز دیگری است که بستگی به تن ندارد، که البته این نظر اوست، بعد ماتریالیست‌ها این هم رد کردن و میگوید که این بدن من جز این جهان خاکی است و من میتوانم در وجود شک بکنم، اما در باب اندیشه خود مطلق نمیتوانم شک بکنم، چون وجود خودم رو میتوانم به اثبات برسانم و من با دلالت خداوند این کار رو انجام میدم، چون اوست که من رو راهبر هست در این یقین. و بعد برای که از اون ایراد نگیرند که وجود تو متناهی است و خداوند پدیده نامتناهی و متناهی نمیتواند درک نامتناهی بکند، جواب میدهد که نسبت خداوند و ما به مساوی نسبت هنرمندی است که امضا میکند یک چیزی رو، خداوند امضای خودش رو در من گذاشته که من به وجود او پی ببرم. یک همچین حکایتی رو عرض کنم که اون به وجود آورده، حالا یا حقیقتا معتقد بوده یا حقیقتا معتقد نبوده و از ترس کلیساها، چون حوزه فرانسه عرض کردم حوزه کاتولیک ها بود و تعصب هنوز بر جا بود، ما نمیدانیم. اما این جزء لاینفک تجربه ها و عرض کنم که سخنان آقای رنه دکارت هست. و شما اگر این گفتار در راه بردن عقل یا به طور مطلق دیسکورس رو گفتار به طور مطلق گفتار که 5-6 بخش هست نگاه بکنیم، در میابیم که این مطلب رو دائم تکرار میکند و پی بردن به یقین رو با راهنمایی خدا میسر دانسته آقای رنه دکارت. و از همه این علومی که در اطراف اکناف او بوده است و او مدعی است که من این علوم رو یاد گرفتم در بهترین مدارس، فقط چسبیده است به ریاضیات و میگوید ما
به ادراکات حسی هیچ گونه توجهی نبایستی بکنیم، چون اینها امور یقینی نیستند و ما میتوانیم فقط به اون چه در ذهن داریم توجه کنیم. این پایه یکی از ستونهای فلسفه است، یکی از شیوه های فکری علمی است که اصطلاحاً رشنالیسم یا راسیونالیسم یا خردگرایی میگویند، که میگوید صحت اینها پیشینی است، صحت ریاضی پیشینی است. ما عرض کنم که فقط به قوانین متقن ریاضی است که میتوانیم بیاویزیم و اینها رو حقیقی بنامیم، چون اینها ارزش های یونیورسال دارند. در همه جهان دو و دو میشود چهار، دو ضرب در دو هم میشود چهار، پنج به علاوه چهار هم میشود نو. این است که از طریق ریاضی است که پیش رفته و این سلسله جنبان ذهنگرایان، یا بهتر است بگویم در واقع راسیونالیست ها شده است در ارتباط با کشف حقایق، که البته بعد تجربه گرایان پیدا شدن مثل جان لاک و دیگران، که اینها گفتن هر پدیده ای رو که ما در جهان هستیم میبینیم بایستی تجربه بکنیم، ذهن تنها و خرد تنها کافی نیست. بنابراین ما برای اثبات امری یقینی که به یقین برسیم در ارتباط با وجودش، بایستی بتوانیم این رو به اثبات برسانیم در آزمایشگاه. حالا خدمت شما عرض کردم که این که شک اسلوبی و آزمونگرایی گفته می شود در روزگار قدیم ایران هم سابقه داشت، بسیار درخشان بودن بعضی این مغزهای اون روزگار مثل ابوریحان بیرونی، این حرفا رو اونها هم زده بودن رازی. منتها عرض کردم ما هرگز نتوانستیم به یک نظام دقیق و منظم فلسفی دست بیابیم. به طور پراکنده این مطالب گفته شد، بعدم دنبالش رو رها کردیم. در واقع کسی که به معرفت عقلی رسید از دین فاصله گرفت. این دوتا مثلی که همدیگر رو نفی میکردن، چون پایه های دین بر قبول مطلق هست و بر زمینه در واقع تعبد و تسلیم هست، که در اونجا اندیشه به طور کل تعطیله، اندیشه تعطیل هست در زمینه امور ایمانی، اندیشه تعطیل میشود. ما اونجا استدلال نمی کنیم، سوال هم نمی کنیم، هرچه ما میگویند میپذیریم. بله قربان. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر چون و چرا بکنیم مرتکب کفر شده ایم و به ما گفتن که این عقل نارسای شما قادر به درک حکمت قادر متعال، به قول دیدم آقای بنی صدر دیروز میگفت حکیم علی اطلاق نخواهد بود. حالا به معنی بگوییم که شما کجا میدانید، عرض کنم که پاشون در گل میماند، چون هیچ وسیله برای اثبات این قضایایی که مدعی هستن ندارن. اما متکی بودن به ارعاب و وحشتی که عوام ایجاد کرده بودن همواره، که به محض اینکه به یک کسی برچسب کفر میزدن و الحاد و اینها، خب بیچارش میکردن این بدبخت رو. حداقل این بود که تکفیرش بکنن یک گوشه، مثل اسپینوزای بیچاره حکیم یهودی که آمدن این خاخامای بیچاره رو که در بابش حتما صحبت میکنیم، حکیم بسیار بزرگ اخلاقی بوده، این رو اکسکامیونیکیتش کردن، در واقع تکفیرش کردن، کسی دیگه باش صحبت نمیکرد، همین روشونو برمیگردوندن عوام الناس. و کسی که این قضایا رو فهمید و فکرش فعال شد و حقایق امور رو دانست که گیتی چگونه کار میکند، این زمین چگونه برپاست، این آسمان ها چگونه تشکیل شدن، یا عرض کنم که زبان اصلی خداوند رو که علم فیزیک باشد دریافت، دیگر به این داستان های عربی و هبری و اینا ممکن است توجه نکنند. این است که اگر رشته فلسفه قطع شد، همچنین که بارها خدمت شما توضیح دادم، این بود که دین رسما به جنگ آمد و به میدان آمد. در اروپا که در جنگ بود از ابتدا، و اروپایی ها رفته رفته جنگ رو رها کردن و زمینه باز، نه که رها کردن، دانش آمد و اینها رو عقب نشان. در کشورهای اسلامی مراتب مدتی باز بود، فضا باز بود در دوره این خلفای عباسی و قبلش اموی، ترجمه و تحقیق و بیان مطالب و اندیشه و تضارب و اندیشه و گفتگو و داد و ستد فکری اینا آزاد بود. این است که این دستگاه داشت به یک جایی میرسید، ما رو به یک جایی میرسانید، و به قول بعضی ها بیبایست انقلاب صنعتی در همون خاورمیانه میشد، تا اینکه چند عامل آمد و مانع از اون شد که اونچه در اروپا اتفاق افتاد در خاورمیانه اتفاق نیفتد. یکی همین داستان دین بود که به میدان آمد و یکسره نفی حکمت یونانیان کردند، که می‌دانید که ریشه اصلی حکمت اروپا از یونان هست
حکمت رو از اونجا گرفتن، قوانین رو از روم گرفتن و از این دانشمندان ایرانی هم بسیار استفاده کردن به اسلامی به قول معروف. و اما ما نتوانستیم، یعنی عقیم مان این کوشش ها و این نگاه های درست و نیرومند به جهان مادی که اصل علم هست و واقعا علم برای این هاست، علم برای خرافه نیست، که علم به جن که علم نیست، علم به بهشت و جهنم و فرشته و نمیدونم روز قیامت و اینها که علم نیست، که اینها مهملات هستن. در واقع هر پدیده ای که ما نتوانیم اون رو در حوزه تجارب ممکن الحصول وارد بکنیم، این علم نیست، این علم نیست به هیچ وجه من الوجود، این علم نیست. حتی در فیزیک مدرن میگوید ما وقتی یک ذره رو میخوایم مورد مطالعه قرار بدهیم، نمیتوانیم در آن واحد هم محلش رو مشخص کنیم هم مومنتومش رو اندازه گیری بکنیم، محال است چنین چیزی. این اساس کوانتوم هست در علم فیزیک و عرض کنم که راه حل هایی دارن. بنابراین اون چه ما نتوانیم در حیطه تجارب ممکن حصول وارد کنیم علم نیست. اینه که شنیدید فلان کس جنگیر بود و اصدار روح میکرد و خیلی عالم بزرگی بود و اینا سخنان مهمل بی ربطیست، علم به اینها گفته نمیشود، اینها هم جزء نمیدونم سایکولوژی و پاراسایکولوژی و از اینجور داستان هاست، به هیچ علمیش ارتباطی نداره. جنگیری و نمیدونم داستان روح و غول بیابانی و از این حرفا، جعفر جنی و زعفر جنی و اینها به این کار ربطی نداره. باری به جهت این که احاطه به این دانش ها و آگاهی با این زبان که زبان علم هست انسان را بیدین می کند، در واقع که علی خامنه ای آخرین کسیست که در این باب صحبت کرده در همین روزگار حاضر، شاهد از غیب رسیده، اینها آمدن و گفتن که اینها ریاضیات باعث گسترش کفر هست و اینها دیگر به دین مبین دیگه توجه نخواهند داشت و وارد میدان شدن. رسماً یک جنبش بزرگی بوده این سرکوب کردن حکمت عقلی، چندین بارم من در بابش صحبت کردم و عرض کنم شعرا و طوفان ابوالبرکات ها و غزالی ها و اینها آمدن به میدان که بریزید دور اینها. اصل در داستان وحی و قبول هست و معجزه. بنابراین دیگه آدم هایی اگر مثل خیام در فرهنگ ما پیدا نشدن و مثل ابو ریحان بیرون نشدن تعجب نکنید، که البته این قارتگرانی هم که آمدن از این آسیای مرکزی رو خراب کردند و داستان تعصبات گذاشتن، بعد مغول ها آمدند و وجود مبارک و منحوسشون به طرز بگیم وجود منحوسشون نامبارکشون، اینا این مدارس بسته شد و علت انحطاط این فرهنگ هم از همون جا بوشید دیگه، عقلای بزرگ پیدا نشد. یه خواجه نصیر طوسی داریم که اتفاقا در ارتباط با این اصل بقای ماده که در باید صحبت کردیم، طوسی خیلی خوب یک بخش نگاشته و خیلی خوب حلاجی کرده که هیچ چیز نمیتواند به وجود بیاید و هیچ چیز هم از میان رفتنی نیست. این یک مطلبیست حالا ما به سادگی بیان میکنیم و به سادگی میپذیریم امروز، ولی در روزگار قدیم که دنیا رو دنیای کون و فساد میدانستن، این یک چیز عجیب و شگفتی بوده از یک دانشمندی سر زده. و بعد از اون هم ما واقعا دیگه کسی نداشتیم. جهان اسلام بیشتر از 700-800 سالی است که یک انسان بزرگ و بین‌المللی به وجود نیاورده است. باری سرکوب شد، اما در اروپا به معنی که روشنی آغاز شد پشت سر هم تداوم یافت، یعنی بلافاصله ما ببینیم بعد از دکارت دانشمند دیگری است، یکی دیگری است، تا پشت سر هم گالیله و نیوتن و کپلر و اینها آمدن و جریانات رو بنیاد کردن. در واقع انقلاب صنعتی که شد از سبب که این صنایع فلواقع صنایع کلبه‌ای بودند، با دست کار انجام می‌شد، به محض اینکه این ماسوره پرنده اختراع شد و اینها کارخانه‌های بزرگ درست شد و رفته رفته اون چه ما انقلاب صنعتی می‌گوییم مبتنی بر اندیشه‌های همین کسانی که ما نام می‌بریم خدمت شما از سبب که بنیاد کردن. و یکی از اندیشه هایی که سرمایه گذار بسیار داشت این بود که ما میتوانیم از تولید یک ماشین حرارتی بتوانیم دوباره حرارت رو بگیریم و به کار تبدیل کنیم، چون ژول آمده بود به ما گفته بود که کار و حرارت یک پدیده است، همون گونه که آقای اینشتین به ما گفت که ماده و انرژی یک پدیده است، ژول هم برای ما ثابت کرد که کار و انرژی به هم تبدیل میشوند. بنابراین واحداشون هم در دستگاه های CGS و MKS یکی است.
وقت ما تمام شد. بله فهمیدن تمام شد. بنابراین سرمایه گذاران بودند که میخواستند دانشمندان و مهندسین برای اونها ماشین های تولید بکنند که مرتب حرارتی که تولید بکنه از اون بگیره و از اون کار بگیره. بعد فهمیدن که چنین چیزی البته میسر نیست و راندمان ماشین تا یک حدی بالا میره و بقیه انرژی به محیط سرایت میکنه. خب وارتان جان فرمودن که وقت ما تمام شد. هموطنان گرامی از صبر و حوصله شما بسیار سپاسگزار هستم. میدانید آقای مهندس شجره به مناسبت 12 سال برپایی تلویزیون پارس مشغول به فاند ریزینگ هستن ایشان که بتوانند مخارج تلویزیون رو پرداخت بکنن. نیازی ندارد که ما اینجا تکرار بکنیم و تایید رو تاکید بکنیم به قضایا. خود هموطنان مطلع هستن از مشکل بودن امور و پرداختن این هزینه ها هر 4 هفته یک بار. از توجه شما بسیار سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.